سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. دفاتر و مؤسسه های مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حاجی صادق حسینی شیرازی مدظله در سراسر جهان در سال روز شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام به برگزاری مراسم، مجالس و فعالیت‌های مختلفی پرداختند. در همین راستا بیت مرجعیت شیعه در شهر مقدس قم شاهد برگزاری چندین نوبت مجلس عزاداری به زبان‌های فارسی و عربی بود. مرکز جهانی آیت الله العظما شیرازی در کشور کانادا نیز به مدت 3 شب مراسم عزاداری برگزار کرد که در آن جمعی از مؤمنان و شیعیان حضور یافتند و پس از اقامه نماز جماعت از بیانات حجت الاسلام منظور اجداد و مداحی میرزا احمد سیبوی بهره‌مند شدند. در همین حال حوزه علمیه زینبیه از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر دمشق سوریه نیز مراسمی برگزار کرد که جمعی از علمای اعلام، نمایندگان مراجع اعظم تقلید، شخصیت‌های دینی و فرهنگی و عموم مؤمنان همراه بود حضور یافتند و در آن حجت الاسلام سید ریاض حسین به اراده سخنرانی پرداخت. از سوی دیگر مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه در شهر بغداد مراسم مشابهی برگزار کرد که در آن ده‌ها تن از نمایندگان عشایر عراقی و نیز جوانان عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضور یافتند و از بیانات حجت اسلام شیخ رحیم ابو زهرا خطیب بهره‌مند شدند. دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله در شهر مزار شریف در شمال افغانستان نیز میزبان برگزاری مراسم بزرگداشت مناسبت‌های پایانی ماه صفر الاحزان 1443 هجری قمری بود.